کوچیک دارم چون میکنم کاری تحلیل گرم پس صحبتشون انجام بدم. خیلی مختصر بفرمایید. عرض کنم، ببینید به شدت این امکان هستش که الکترونیکیش بکنن و خیلی زیر ساختش رو من برای انتخابات 98 هم که مثلا 98 دیگر مجلس دیگر مجلسی که داشتیم و برگشتم و اومدم ایران بودم، اساسا همه زیر ساخت بود، یعنی همه ثبت مدارک و اسناد و اینا الکترونیکی انجام شد. خیلی سخت است، یعنی به راحتی به قول شما این وزیر جوان خیلی پرکار میتونه یه سامانه پیامکی بیاره بالا و همه با کد ملیشون یه تو فاکتور بگیرن و حالا اعراض هویت بشن، یعنی با یه موبایل میتونن این کارو بکنن. و اتفاقا همه داستان این هستش که بهترین حالت اینه که خیلی ترانسپرنت نباشه، یعنی به یک روشی این اتفاق بیفته که توش بشه شبهه ایجاد کرد، چون این شبهه ایجاد کردن بهشون کمک میکنه که بعد بتونن دو قطبی ایجاد کنن، تنش ایجاد بکنن و همون اتفاقاتی که توی آمریکا اتفاق افتاد رو، یعنی یه 88 دیگر رو دوباره حالا با داستان بنزین نتونستن تو کانتکس انتخابات رقم بزنن، کما اینکه میدونن جایگاه اجتماعی ندارن. تو وقتی جایگاه اجتماعی ندارن رأی هم بیارن کاری نمیتونن ازش پیش ببرن. یعنی فرض کنین که آقای ظریف بیاد بشه رئیس جمهور، این آدمی که جایگاه اجتماعی نداره میشه آقای احمدی نژادی که بعد از 88 دیگه جایگاهی نداشت، تخریب شد، از بین رفت، حالا بالاخره کجروی داشت و نتونست کار بکنه. اساسا من برداشت شخصی این هست که اینا دنبال کار کردن نیستن، دنبال این هستن که تنش رو ایجاد بکنن، چون بعد از تنش به شکل لیبیزاسیون به راحتی میشه حرکت کرد و اینا به لحاظ به نظر من آدمای اساسا خودفروخته ای هستن که تو پلن دشمن دارن بازی میکنن، یعنی در نهایت هدفشون این هستش که اینجا درگیری بشه، شلوغ بشه و توی این شلوغ شدن به هر حال اون دیبیزاسیون میتونه اتفاق بیفته. بسیار عالی، ممنونم از دوستان. فکر میکنم همین بحث روندی که داریم پیش میریم خوبه. اگر که نکته در این خصوص داره و در تکمیل این بحث داره حتما مطرح بکنه. در مورد این پیشنهاد، خب بله، پیشنهاد برگزار انتخاب به شیوه دیگه از طرف وزارت کشور میتونه صورت بگیره، اما پذیرش اون پیشنهاد فقط دست وزارت کشور نیست، پذیرش پیشنهاد خب دست شورای نگهبان و هیئت اجرایی انتخاباته. خب اون هیئت اجرایی ها افراد مختلف هستن و شورای نگهبان فکر کنم بحثو گذروندن و پیش و طرحی که الان ارائه شده ظاهرا افزایش حوزه رای گیری بوده که خود وزارت کشور قبول کرده، یعنی این به مرحله اجرایی رسیده در واقع، این 8000 تا ظاهرا حوزه اضافه کردن و این بحثش هم هست. حالا قانون اساسی قید هست که در یک روز برگزار بشه، برای همین این مشکل هست که بخوان در دو روز برگزار کنن، ولی احتمال داره از رهبری اجازه بگیرن و ایشون اجازه بده که انتخاب در دو روز مثلا برگزار بشه یا ساعت افزایش بده کنن، مثلا به جای 8 صبح از 6 صبح شروع کنن تا مثلا تا وقتی کسی در صف هست، مثلا تا 2 شب 3 شب مثلا. یعنی این احتمالی که الان به نظر میرسه که نزدیک باشه که ارکان مختلف نظام بخوان بر اون اجماع کنن، نه فقط از طرف یه پیشنهاد از طرف دولت داده بشه، پذیرشون پیشنهاد هم باشه، افزایش اوضاع رای گیری هست که این اجرایی شده و احتمالاً اگر چند روز منتهی به خود انتخاب باشه برگزار انتخاب در دو روز، وگرنه این پیشنهادهای دیگه به این راحتی مورد قبول قرار نمیگیره مگر فضای خیلی سنگین رسانه‌ای و خب شورای نگهبانم البته اعضاش خب 6 نفر از اعضاش تغییر کردن نسبت به 4 سال پیش، یه مقدار جدی‌تر هستن تو موضوعات و به راحتی نمیشه این موضوع الان پیش بینی کرد، ولی خب برگزاری تو دو روز این احتمالش هست. ما مبنا رو بر این میذاریم که نه الکترونیکی بشه و نه تعویق بیفته، ولی اگر احیانا هر کدوم از این مسائل اتفاق بیفته فکر می‌کنم عقل حکم می‌کنه که ما برنامه واسه اون مسائل هم داشته باشیم، یعنی ما تلاشمون رو روی این مسئله میذاریم که هیچ کدوم از این اتفاق نیفته، ولی خب برای هر کدوم از اونا فهم کنم اگر سر فرصت مناسب صحبت بکنیم و برای اونا هم برنامه بچینیم که اگر اون اتفاق افتاد اون موقع چه کاری باید بکنیم هم خیلی مناسب میشه. ممنون.